نم نم باران درخت میوه را پربار کرد، خاک را سبزینه داد و دشت را گلزار کرد. وجد لطف نوبهاران شد نوید زندگی، وجد لطف نوبهاران شد نوید زندگی، جمله غم در خواب برد و خنده را بیدار کرد. با شاد باش نوروزی به تو هموطن عزیزم که اینک بیننده این برنامه هستی. از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش این وقت ما رو برکت بده تا شما عزیزان بتوانید از آن چی که گفته میشه به عنوان خاطرات، به عنوان کلام، باعث برکت زندگی شما عزیزان باشد در این سال جدید. سال 1395 رو خدمت هموطنان عزیزم تبریک میگم در هر کجا و هر نقطه دنیا. درود بر عزیزان، سال نو مبارک، هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز. منم به نوبه خودم این سال جدید رو به تمام عزیزانی که اینجا هستن و عزیزانی که راه دور هستن تبریک میگم، تهنیت میگم و اومدن واقعا شادترین وقت ساله. برابا. برای اینکه سالمونه با روز اول بهار شروع میکنیم و قشنگترین فصل سال با گل و بلبل و سنبل ما وارد فصل بهار میشیم. برابا. و همینقدر واقعا من از ته دل با خداوند این روز و روزگار به ما هدیه داده، هر روزی که ششمون باز میکنیم و یه همچین با موجود توانایی که از خداوند میگیریم هممون قدم به سال جدید میذاریم و از خداوند میخوایم که راه رهبر ما باشه. آمین. هم پای ما باشه. آمین. و تمام عزیزانی که در هر جای دنیا هستن با هر نیتی که سر سفره هفت سینشون نشستن و هر نیتی که دارن با همون دل شاد از عیسی مسیح طلب میکنن و ایمان داریم، ایمان داریم که دست خالی بر نمیگرد. حقیقتاً واقعا روز قشنگیه و امروز در منزل آلانوش جان و روبرت جان هستیم و من الان میدم به خدمت آلانوش جان که ایشون هم کنس تبریک. ممنونم خانزی جان. منم درود میفرستم به بینندگان عزیز امید جاودان و برنامه هدیه. امیدوارم در هر کجا که هستین خوش، خوب، سالم و با خانواده نشستیم و برنامه امروز ما را نگاه میکنین. مهمانای شما هستیم. امیدوارم دلتان شاد، لبتان خندان، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. آمین. آمین. من نیز خوش آمد میگم به همه شما عزیزان. لطف کردید اومدید. روبن عزیزم، آزی عزیزم، زهره جان که همسر من هستن و خیلی از عزیزان همیشه سوال میکردن که چرا هیچ موقع زهره خانم نمیاد برای برنامه های امید جاودان. گفتم اینقدر مشغول خدمت هست در کلیسا که این فرصت نیست، اما استثنا ازش خواهش کردم که برای ایام نوروز نسبت برنامه هایی که داریم در کنار من باشن و خوشحال هستم که لطف کردن اومدن و با ما هستن. همچنین تشکر میکنم از آلانوش عزیز، روبرت عزیزم که اجازه دادن تا در منزلشون باشیم و این سفره زیبا رو نیز میبینیم مهیا کردم، هفت سین رو. اما در کنار هفت سین من یک کیک دارم میبینم. آلانوش این قصه کیک چیه؟ این باسکا برای یک تردیشن هست. ما ارمنه همیشه در روز قیام مسیح ما برای تردیشنل میذاریم و خیلی هم خوشمزه هست. خواهش میکنم بفرمایی شما عزیزان. و یک تردیشنل هست که برای عید پاک ما در روی میز میذاریم، همینطور که سفره هفت سین رو میبینین. باسکا هم من گذاشتم که اگه بیننده ارمنی هست شریک باشه با برنامه ما. ممنونم. براو براو. میدانیم که خیلی ممنون از توضیحی که دادی آلانوش جان و جا داره از شما تشکر کنم برای زحماتی که کشیدید و همچنین از روبرت عزیزم که لطف کردن این سفره زیبا رو شما مهیا کردید و همینطور که فرمودید کیکی که مخصوص قیام مسیح هست. میدانیم که هفته آینده که در پیش داریم ما نیز مصادف با قیام مسیح هستش. خب ما این هفته رو در کلیسا جشن داشتیم، جشن نوروز داشتیم و هفته دیگه یک شنبه آینده رو نیز جشن قیام مسیح رو داریم. ساعت 6 صبح عزیزانی که در لس آنجلس تشریف دارن و در ولی خوشحالمون میکنن که ساعت 6 تشریف بیارن در کنار مراسم قیام مسیح. نیز میتونیم در کنار هم صبحانه بخوریم. نم صبحانه چی داریم ما؟ همه
همه چی؟ کله پاچه. کله پاچه هم داریم. حتماً. من واقعا می‌خواستم یادآوری کرده باشم. بله. جالبی این امروز یه همچین هفت سین قشنگی در منازل عزیزان ارامنه ما هست. بله بله. واقعا جذابیشون جلال از نام عیسی مسیح. درست. که واقعا اینقدر قشنگ با سلیقه این زن شوهر انجام دادن که همه چی جلال از نام عیسی مسیح. برابو. واقعا هیچ فرقی نکرده. همون جوری که با در مسیح ما با هم پیش میریم. آمین. آمین. واقعا این خیلی قشنگ ترش کرده. آمین. آمین. در مسیح هیچ فرقی نمیکنه که مال کجا هستی. بله بله برابو. چیزی بوده واقعا من لذت بردم که یه همچین برنامه رو در منزل آلانیسون رابط جان عزیز. بله اتفاقا در نامه غلاطیان 3:28 ما میخوانیم که اعلام میکنه همه ملت ها همه قوم ها در مسیح یک هستن، حتی زن و مرد نیز یک هستش و این اتحاد رو ما در مسیح داریم. بله. که خداوند اجازه داده. میدانیم که ارامنه عزیز، آشوریان عزیز که در ایران تشریف داشتن و دارن، این عزیزان بودن که خبر خوش نجات رو به فارسا دادن و با دقت و اون ظرافتی که داشتن در بشارت باعث شد که خداوند مطابق فیضش قلب فارسبان ها رو لمس کنه و به مسیح نیز ایمان بیاوریم. پس واقعا جا داره از خداوند تشکر کنیم برای مسیح زاده‌هایی که در ایران هستن و الان می‌خوایم در ابتدای همین برنامه با هم متحد بشیم برای ایران و ایرانیان دعا کنیم، برای تو هموطن عزیزم دعا کنیم. اگر امروز احساس غمی داری، اگر امروز ترس و نگرانی داری، اگر امروز رو ادامه رنج‌ها و سختی‌های سال قبلت می‌دونستی، این رو بدون که مسیح می‌خواد و مسیح می‌تواند که بار سنگین مشکلات تو رو برداره و به ازای اون به تو آرامش و قوت بده و نیز ایام سال تو رو در سلامتی و در پیروزی و نهایتاً در رستگاری نیز مبارک بخونه. اگر موافق هستیم با هم دیگه دعای داشته باشیم. هللویا. ای پدر عزیزم، حقیقتا ممنون و گذار هستیم که با فیض و رحمت تو هست که خدای قدوس اجازه دادی تا این خبر خوش نجات به گوش ما برسه و اینک ای خدا در بهاری دیگری هستیم که تو به ما هدیه کردی، در ایام نوروزی هستیم که تو به ما هدیه کردی. از تو میطلبم در نام عیسی مسیح ایام ایران و ایرانیان عزیز رو خداوند با فیض خودت، با عشقی تازه، با قوتی تازه، با امیدی تازه، با سلامتی تازه، با برکتی تازه ای خدای قدوس تو پیش ببر و نام خودت رو بلند کن و جلال بده در اجابت آرزوهای دل هموطنان عزیز ما. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. که با ایمان دریافت کنیم. روبن عزیز رو در کنار خودمون داریم. بعد از روبن عزیز از خادمین بسیار خوب کلیسا هستن، از خادمین فروتن هستن که سالها خداوند رو خدمت میکنن و هم در کلیسا هم در برنامه هدیه با ما هستن. میخواستم از ایشون بپرسم شما چه خاطره ای دارید، چون میدونم که شما سالها حتی قبل از انقلاب تشریف بردید آمریکا. آیا شما به عنوان اینکه سالها 30 چند ساله که تشریف بردید، چه خاطره ای دارید از ایام نوروز که اینقدر وقتی ما صحبت از نوروز کردیم به وجه اومدی گفتیم منم میخوام شرکت کنم، گذشته از اینکه میدونیم که جشنی که پشت سر گذروندیم بار بسیار این جشن بر دوش برادر عزیزمون بود نسبت به سرودها و پرستش. با درود، اولین دفعه که من به کلیسای پرستندگان مسیح آمدم و این احساس کردم که روزی من در گروه پرستش شرکت خواهم کرد و جالبش این بود که در سال دوم تمام مسئولیت برنامه نوروزی به روی دوش من بود و من از خدا میخواستم که ببینم کمک کنه منو بتونم چجوری اداره کنم، برای اینکه تات بود، سرود پرستش بود. بله. و دکلمه بود و خداوند کمک کرد که من واقعا بتونم این برنامه رو به خوبی انجام بدم و دست به دست همدیگه دادیم، همه خواهر و برادرها. این اولین سابقه ای بود که من داشتم توی کلیسا که واقعا خدا رو لمس کردم که چطوری خدا واقعا حافظ همه ما بود و کمک کرد که ما بتونیم عید نوروز رو با خوشی دل و پیروزی انجام بدیم. آمین. آمین. تشکر. خیلی ممنون. مرسی. مرسی. آلانوشان از شما نیز میخواستم خواهش کنم که یه دعا برای ارامنه بکنید. ارامنه‌ای که در هر کجای جهان هستن تا
تا سالی پر از برکت رو نیز از دستان خداوند داشته باشن. و میدانیم خب خدا رو شکر برای همه مسیحی زاده ها، خدا رو شکر، اما میدانیم که آنچرا که در کلام خداوند انجیل یوحنا 3 میخوانیم این هستش که ما رو تشویق میکنه مسیح به تولد تازه، یعنی فقط این نیستش که ما مسیحی زاده باشیم، بلکه باید تولد تازه داشته باشیم، بلکه باید ملاقات تازه با خدا داشته باشیم تا اون ثمره ای که در نامه غلاطیان 5:22 اعلام میکنه که محبت هست، شادی هست، خوشی هست، فروتنی هست، تواضع هستش، نیکوکاری هستش رو نیز دریافت کنیم، هم برای نجات ارامنه عزیز هر کجا که هستن و هم برکت سال جدیدشون باشه. بفرمایید. هللویا پدر عزیز، هللویا عیسی مسیح، هم واقعا با شکرگزاری به حضور تو میایم پدر عزیزم. شکرت میکنم که حضور تو الان در اینجاست. شکرت میکنم برای روح القدس عزیز. آمین آمین. پدرم میخوام بیننده های ارامنه منو که همین الان بیننده این برنامه هستن، تو آنها را برکت بدی، خواهش میکنم، و چشمای روحانی آنها را باز کنی، خواهش میکنم، که ببینن که خداوند زنده کی هست. بله حقیقتا. تو برای چی رفتی برای روی صلیب پدر جان؟ آمین. تو رفتی که برای گناهان ما پدر جان، رفتی که گناهان ما رو بشوری پدر جان. آمین آمین. درسته که در خانواده مسیح زاده به دنیا آمدی پدر جان، ولی ما باید بدونیم تو کی هستی و برای چی در این جهان آمدی. آمین. شکرت میکنم پدر جان برای این روز قشنگ، شکرت میکنم برای بینندگان ارامنه عزیزم. آمین. و از تو میخوام که خانه هاشونو پر از برکت، پر از شادی، پر از سلامتی به نام عیسی مسیح از خداوندم خواستم. آمین 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 آمین. با تشکر از آلانش عزیزم، مرسی از محبتتون. اگر موافق هستیم با همدیگه بریم و دوباره برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما باشید. این رو بدونید که برنامه که داریم 1:30 هستش و این برنامه برای نوروز نیز تهیه شده تا شما عزیزان رو برکت بده.
درود مجدد خدمت هموطنان عزیز و با شاد باش نوروزی به تو هموطن عزیزم که میدانم که نشستی با برنامه های خودت، برنامه امید جاودان و همچنین هدیه. همون گونه که مستظر هستید عزیزانی که خادمین کلیسای پرستندگان مسیح هستند و برنامه امید جاودان و هدیه هستند، امشب نیز مهمان منازل شما عزیزان هستند تا بتوانند شما را مطابق کلام خداوند برکت بدن. خوش آمد میگم به برادر عزیزم رضا جان که اینک با ما هستند. ممنون. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز، همه هموطنای گلم. این نوروز باستانی و شاد باش میگم خدمت همتون. خیلی ممنون، مرسی. اگر اجازه بدین من در ابتدای یه دو بیت شعر دارم بخونم. آه خواهش، ما شما میدید تو این برنامه فقط من شعر میخونم، ولی این دفعه سنت شکنی کنم. اینجا سنت شکنم دیگه، وارد سال جدید داریم میشید با یه برنامه های جدیدی که برنامه ها اینه. ولی بله بفرم، خوشحال هم میکن. اندر دل من مهادل افروز توی، یاران هستند و لیک دلسوز توی. شادن جهانیان به نوروز و به عید، عید من نوروز من امروز توی. آمین، هللویا، برافو برافو. خب منظور شما کی بودش؟ عیسی مسیح. آمین، هللویا، خدا رو شکر، خدا رو شکر برای خداوندمون، خدا رو شکر برای محبتی که خداوند واقعا جاری کرده و میدانیم که این نوروز از طرف خداوند بوده برای ایران و برای ایرانیان. و خدا رو شکر میبینیم که چقدر جنگیدن آنانی که بر علیه کشور ما بودن، آنانی که بر علیه ملت ما بودن، این فرهنگ زیبا بودن، اما نتوانستن این ایام نوروز رو بگیرن. و خدا رو شکر که خودشون هم تسلیم شدن امروز در مقابل آنچه که واقعا نیکوست و با خودش پیام خوبی رو میاره. رضا جان میتونی یکی از این پیام‌هایی رو که نوروز با خودش میاره رو بگیم؟ و میخوام از عزیزان دیگه هم بپرسم، آماده باشید ببینیم چه چیزایی هست. مطمئناً یکی از پیام‌های نوروز شادیه. آمین. که ما در خداوندمون شاد هستیم، نوروز هم با خودش شادی میاره، با خودش محبت میاره. همین که دیدارها تازه میشه، غم‌ها رو از دلمون بیرون میکنیم، فکر می‌کنم یکی از بزرگترین نشونه هاست. برافو برافو، جدا حقیقت این که شما فرمودید، من برس. یادم هست توی دوران کودکی ما همین که 10-15 روز به ایام عید بود، واقعا توی خونه ما چه شادی و چه وجبی بودش. سعی می‌کردیم برای چیندن هفت‌سین نیز بتونیم موقعیت‌هایی رو تهیه کنیم. من خودم ماهی خیلی دوست دارم و همش میگم دنبال ماهی. حالا قرار بر این بود که یه دونه ماهی تو تنگ باشه، من یه دفعه 30-40 تا ماهی میگرفتم. بعد بابام میگفت آخه تو این 30-40 تا رو میخوای چیکار کنی؟ میگم همش رو میذارم تو حوض، فقط یکیشو برمیدارم میارم. بله به هر حال همه ما واقعا این شادی رو داشتیم. آرامشتون شما چی؟ آیا فکر کنید پیامی که نوروز میتونه برای ما داشته باشه چی هست؟ آنچه که تجربه کردیم. من در این 7 سالی که به کلیسای پرستندگان مسیح رفتم، اولین بار بود که چون در ایران هفت‌سین ندیده بودم، اولین سال بود که هفت‌سین رو دیدم و بسیار زیبا بود برای من، بسیار خیلی قشنگ بود، مثل درخت کریسمس که همیشه ما میذاریم، زیبا قشنگ. و نوروز برای من یعنی تازه شدن، جدید شدن. همینطور که ما خونه تکونی میکنیم، باید در خداوندمون در قلب بمونم، خونه تکونی بکنیم. از این چیزی که در قلب ما هست، در تفکر ما هست، اگه از خداوند نیست بیرون ببریم. براه. و خودمونو خالی کنیم که بتونیم روح القدسمونو در ما دعوت کنیم. آمین. و امروز 3 روز من سفره هفت‌سین رو میچینم، البته با کمک خواهرای عزیزم، زهره عزیزم و آزی عزیزم و همه بره. بله، چون که من نمیدونستم که فقط برادرام میان نگاه میکنن. ای خدا نه، چون که نمیدونستم 7 تا سین چی بود. سبزی رو میدونست، ولی نگاه کردم، گوگل کردم و یه 7 سین کوچولو برای برنامه ما توانستم که به نام عیسی مسیح. و وقتی که واقعا این 7 سین رو میچیدم، یکی یکی که میچیدم، به نام عیسی مسیح بود که تونستم این 7 سین رو
بچینم و امیدوارم که قشنگ باشه به نظر شما. اما یه سین تو این کمه. اگه گفتید چیه؟ اون سوهان قومه. شما چرا سوهان قومو نذاشتید؟ شما میدونید که من قومی هستم. سوهان قومم میذاشتید هفت سین اون کامل تر بود. به هر حال خیلی ممنون. پس پیامی که آلانوشیان داد این بود که واقعا همونطور که نوروز میاد مردم به فکر اتاق تکونی هستن بله. و بتونن توی موقعیت خودشون قدم. شما چی آزی جان؟ کشیش رسول بله همونجور که شما فرمودید من خودم الان از 40 ساله که اینجا هستم و از همون سالای اول در حقیقت بچه ها کوچیک بودن. من هر سال هم کریسمس تری رو گذاشتم هم هفت سینم رو چیدم. به نظر من و بقید به بچه هم یاد دادم و الان عادت کردن. این در اینکه هفت سین ما همه چی ریشه داره، همه چی معنی داره، همه چی یه مینینگی توش هست و که با چه چیزی باید آدم پیش بره و همیشه با شادی و با شعر و شروع میشه. و واقعا همینجوری من هر سال با طراوت و شادی بچه‌ها الان خودشون ذوق میکنن و یادشون میدونن در اصل انگیزه زندگی به انسان میده. واقعا که هر دونه اینا هر کدومشون از سبزی، از سمنو، از سبزه، از ماهیمون، از سیبمون، تمام اینا هم وجود سلامتی و وجود خوبی و وجود ریشه که این برمیگرده به ریشه چندین هزار ساله ایرانیای عزیز ما که والا می‌دونیم هممون در زیر پرچم مسیحمون هستیم و واقعا و به مسیح هستش که بهمون کمک میکنه و من با افتخار الان کتاب مقدس مسیح هم سر هفت سین میذارم. میدونم که همجور آلانوش جان اونجا گذاشتن و افتخار میکنم و واقعا به امید اون هستم و میدونم که بچه ها هم هستن که همینجوری جون میگیریم هر چیزی طراوت و قشنگی و سادگی خودش هر سال بهتر و بهتر میشه. آمین هاللویا. خدا رو شکر خیلی ممنون از مطلبی که گفتید. به طور خاصی رو میدونیم ما هرگز نمیخوایم اعلام بکنیم که بگیم حالا کتاب مقدس رو میذاریم و این تعریف اینه، حالا قبلا بر فرض میگیریم کتاب دیگه ای رو میذاریم، حالا داریم یک مبارزه میکنیم داریم کتاب مقدس رو میذاریم. خیر، کتاب مقدس در اصل برای ما یک پیام حیات آوره، یک پیام پیروزی هست. ما در کتاب یوشع 1:8 میخوانیم که اعلام میکنه خداوند به یوشع میگه این کلام رو بخوان که برای تو پیروزی هست، برای تو کامیابی هست. و همه ما این تجربه رو کردیم که وقتی کلام خداوند رو میخونیم چه امیدی به ما میده. و این سال جدید رو هموطن عزیزم واقعا تصمیم بگیر که کلام خداوند رو بتونی پیدا کنی. اگر مایل بودید تماس بگیرید با ما و ما نیز کلام خداوند رو برای شما خواهیم فرستاد و بخونید و مطالعه بکنید و اجازه بدید امسال سالی باشه برای شما، سال رهایی، سال پیروزی، سالی که نجات و رستگاری رو میبینید و حقیقتا تنها راه نجات ما خود عیسی مسیح هستش. از روبن عزیزم تشکر میکنم که لطف کردن با ما هستن و ایشون وقتی رفتیم و برگشتیم، البته همسر من زهره جانم گفتن از طرف ایشون من از شما خداحافظی کنم چرا که ایشون هم مشغول خدمت دیگه ای هستن در جایی. روبن جانم نیز اصرار بر این دارن که برن مشغول کار و خدمت و آماده بشن برای جشن قیام مسیح. اما میخوام قبل از اینکه تشریف ببرن ازشون خواهش کنم به زبان ارمنی نیز این ایام نوروزی رو تبریک بگید به هموطنان ارامنه ما که در هر کجای جهان هستن. سیرلی هاوات اسلنری افتی دونر شنو هاورمنگ مر نوروزش بس بارسکاستانم کاینگ مس هماره نور تونا یو شنو هاورمنگ مر زاتیکا یو اوراخ داری النی باری داری النی آرخ چوچون انگ سان قانون بولاری همار نمانپس است مر هایکاکان سوور چونو واسومنگ ور کریستوس هریاف ایمرلوتس اورتنیال هایتوچون کریستوسی مزی ززی مز آوتیس. آمین آمین. ببینم روبن جان برای من بر علیه من که صحبت نکردی، حالا من ارمنی متوجه نمیشم، نکنه یه موقع یه چیزایی گفتی بر علیه کشی شدی. آره اینو حتما بگید. هموطنان عزیز زنگ بزنید لطفا ترجمه شو من بگید چون اینا راستش رو من نمیگم. بریم و برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود. Hadi bakalım.
واقعا چیز با ارزشی هم بهتر که بریم. تشو ببریم. ای نگی تو ارزشی. بابر اینجوری رفتن نکن. بابر اینجوری رفتن نکن. کجا خودت سیاه کردی؟ من اینجوری مولی. That's racist. I'm racist. Give me your face. Racist. I'm racist. Damn it. نه عزیزم میخوایش سیاه کردی. Don't touch me. Don't touch me. سیاه کردی. باور کنی. You want to touch me. میخوام برای چه خودتو سیاه میکنی؟ من خوشگله. واقعا خوشگله به نظر آره خوشگل نیستم. میدونی برای چه سیاه میکنم خودشونو؟ نمیدونی. اصلا چه نسبت باجی فیروزه؟ خوشگله؟ نه خوشحاله؟ بله نه تو میدونی؟ بله خب بگو وقتی اسلام حمله کرد به ایران حکومت مسلمانان بر ایران خیلی طولانی شد و مردم ایران اذیت. خب یه ایرانی به نام پیروز نهاوندی که بعدا بهش میگفتن فیروز منمیه به عنوان برده فروختنش یه سردار یه سردار بعد همون پیروز نهاوندی زد عمر رو کش اسمش هم ابولولو بود از اون به بعد ایرانی این کارو کردن دهنکجی کننده اونا بازم نمیدونستی چی هست؟ من نمیدونستم، نمیخواستم رو کنم سواد به رخ کشیدن کار درست نیست آقا، سواد هم داری میگه؟ شعر بلد بگه؟ بلدی؟ بخون؟ در مورد چی بخونم؟ بلدن چیه؟ نوروز بخون، بهار بخون نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی بایدی نوبهار است، بهار نوه سعی کن خوشدل باشی، شاد باشی که نگاه کن، از توی خاک مرده گل در میاد سعی کن اینجا نشکه با همجوری شکوفا باشی همچه مرده، آقای جون داره یه آب چی میگی تو؟ ها؟ تو بلدی شعر بخونی؟ بله بخونم آی ببین کمرم من را رفتنم راه
به جایی نبریم و نرود میخواهیم نبریم؟ برو پایین بابا هر بیز میخواهیم برم مجریه برمان یه برو پایین بابا برو پایین بر شما عزیزان خجسته باد. همان گونه که مختصر هستید برنامه امید جاودان و همچنین برنامه هدیه از خادمینی که در این مسیر شما عزیزان رو در طول سالها هست خدمت میکنن نیز مهمان منازل شما عزیزان هست. البته خواهر اون ماهمانی متاسفانه نتوانستن با ما باشن. این خواهر ما داره همش فعلا درس میخونه. باید دعا کنیم با فیض خداوند پیروزی ها داشته باشن برای دارن میرسن به جایی که بتونن مدارک پزشکی خودشون رو داشته باشن. به عنوان دکتر براشون در دعا هستیم. جاشون حقیقتا پیش ما خیلی خالی هستش. جا داره نیز خوش آمد بگم به فهیمه عزیز همسر بعد از اون رضا جان. خیلی خوشحال هستیم که منم سلام میکنم خدمت شما عزیز. خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم برای اولین بار. خیلی دوست داشتم زودتر باشم ولی خب بالاخره خدا رو شکر. سلام میکنم خدمت دوستا و هموطنای خوبم. خیلی خوشحال هستم که اینجوری میتونم من فکر میکنم که شما رو میبینم و شما هم منو میبینید. حتما حتما خدا رو شکر خدا رو شکر. البته من نمیدونم رضا جان تا دیدی من همسرم رو آوردم اینم حسادت داره. ما داریم میگیم داره سال تازه میشه دیگه جارو کنیم پارو کنیم رد کنیم هر چیزه مثل حسادت و اینا. بعد شما زود رفتی خانم تو آوردی. حتی خوشحال هستیم شما اینجا هستید ولی چرا تا الان نیورد؟ همین که من زهره جان رو گفتم بیا رضا جان هم بلا فاصله. من تو فریوی با سرعت 95 تا میامدم که میومدم که میدونستم دنبالم نمیتونه بیاد خوب. ولی فکر کنم اشتباه از روبرت جان بود. آدرس خونه رو برای ایشونم تکست کرده بود. یعنی شما اصلا برنامه با هم نداشتید؟ من قرار بود خودم فقط بیام جلو. پس شما حسادت رو کاملا در سال گذشته جا گذاشتی. بله آن باید نه انگار یه خودش مونده خیلی با من کشش رسول عزیز ببخشید میون صحبتتون ولی خب من نصیحت شما رو گوش کردم. شما گفتید همسران خادمین هواشون رو داشته باشن. من اومدم هواشو داشته باشم. نه آره. البته کلام خداوند نیز ما رو تشویق میکنه به این که زوجها در کنار هم باشن و نام خداوند رو جلال بدن برای خدمت در یک دلی در محبت. اما نه این گونه که شما تعقیب کردی همسرتو. خب قبلا با هم هماهنگ میکردید با یه ماشین. چرا دوتا ماشین اومدید دوتا بنزین مصرف کردید؟ اگه شما هم که حسادت نکرد. شما هم که میگید دیگه اون حسادت رو گذاشت تو سال قبل. بازم با مکس میگه یعنی قاطع نمیگه. منم رضا جان رو ما بعد یه دفعه دیگه تعمیدش بدم. بله ولی خدا رو شکر واقعا برای وجود این دو زوج عزیز و محبتی که در دل این عزیزان هستش. فهیمه جان میخوام بدانم آیا اون پیامی که در نوروز هست رو شما چگونه میبینید؟ اتفاقا امروز چون خیلی دیگه نمونده من برای اینکه تزیین سفره هفت سین و اینا رو داشتم راجبش فکر میکردم روی سنبول که رسیدم داشتم فکر میکردم به اینکه چقدر شبیه زندگی ما به زندگی به بهار و فصل و کلن دنیا. داشتم به این فکر میکردم که توی فصل زمستون و پاییز اینا هیچ کدوم گل نداشتن و فقط ریشه بودن و ما ریشمون بود ولی الان دارن گل میدن، الان دارن رشد میکنن، زیباتر میشن.
و همون موقع این به ذهنم رسید که ما هم میتونیم همینطوری باشیم، همینطوری که درخت ها و گل ها دارن شکوفه میدن، ما هم بتونیم در ایمانمون قوی تر بشیم، بتونیم رشد کنیم. برابر. و شاید که ما، شاید که نداره، حتما میتونیم که وقتی که ما گل بدیم میتونیم میوه داشته باشیم و برابر. دیگران هم از این میوه ها استفاده کنن و این برابر. همون شاید همون بشارتی باشه که ما وظیفه‌مونه که انجام بدیم. مسلمه. و این بود نتیجه گیری من از بهار و تا حالا بهش اینطوری فکر نکرده بودم. برابر برابر، چقدر زیبا. حقیقتا این هست نوروز، پیامی که داره برای ایرانی ها این هستش که ما میبینیم که در نوروز گویا خداوند با فیضش نیز درختانی رو اجازه میده که دوباره اینها بتونن برگ بدن، شکوفه کنن و حیات تازه‌ای داشته و بعد میوه بدن و اون رو انتقال میدن. یعنی ما لذت میبریم از طبیعت تازه و خدا میخواد ما نیز انتقال کننده آنچه را که در نیکویی هست، در محبت هست، در شادی هست رو به دیگران نیز بدیم و این سلسله مراتب داره که بتونیم همه ما در آنچه را که خداوند آفریده شاد باشیم و برای دیگران دلیل آرامش و سلامتی و قوت باشیم. اما بریم بشنویم. ممنون میشم اگر لطف کنید شما از مزمور 51 10 الی 13 رو داشته باشیم، ببینیم نویسنده در این رابطه چگونه داره عنوان میکنه اون آرزوی دلش رو که ما میدانیم با فیض خداوند انجام شد. 2000 سال پیش عیسی مسیح بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد تا ما نیز قیام کنیم از تمام خستگی ها، از تمام دردها، از تمام زندگی سردی که تصور میکنیم در زندگی ما ورق خورده و صداهای منفی و هر آنچه که باعث ضعف هستش. ممنون میشم. خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. واو، پس این آرزوی این نویسنده هست که داره اعلام کنه، همون گونه که آرزوی تو هم وطن عزیزم هست که دوست داری از نو تازه بشی، به یک امیدی تازه، به یک عشقی تازه، به یک شرایط تازه که توی زندگیت خداوند مهیا کنه و باعث پیروزی و سلامتی باشه. بله؟ مرا از حضورت مران و روح پاک خود را از من مگیر. پس در حضور خداست که ما میتونیم همیشه در بهار جاوید باشیم. بله؟ شادی نجات از گناه را به من بازده و مرا یاری کن تا با میل و رغبت تو را اطاعت کنم. میدانیم آنچه را که واقعا در مسیر هدف خلقت نیستش، کلام خدا میگه اون گناه هستش. در مسیر هدف خلقت کامل شدن به شکل خدا هستش. در مسیر هدف خلقت ما میدانیم که شادمانی هست، سلامتی هست، امید هستش، آرامش هست، امنیت هستش، ذوق به زندگی هست. اگه احساس میکنیم که واقعا در این شرایط نیستیم، این رو بدونیم این همچون گناه انگار در زندگیمونه. چرا خدا نمیخواد ما این گونه باشیم؟ و این نویسنده نیست داره اعلام میکنه آن چرا که دلیلی شده تا من آرامش نداشته باشم، تا من خوشی نداشته باشم، تا من امید نداشته باشم، تا زندگی من میوه نداشته باشه، خداوندا آن رو از من بگیر. حالا به عنوان گناه میتونه باشه. بله؟ آنگاه احکام تو را به گناهکاران خواهم آموخت و آنان به سوی تو بازگشت خواهند نمود. بله، ما میبینیم که نویسنده میگه اون برکتی که خدای تو به من میدی، من اون رو انتقالش میدم به دیگران. امروز تو هموطن عزیزم از خدا بخواه سال تو رو برکت بده و وقتی تو رو برکت داد بگو خدایا من میخوام به دیگران نیز این برکت رو برسونم. همون گونه که میدانیم که عیسی مسیح وقتی که قایق پتروس رو پر از ماهی کرد، پتروس قایق دیگران رو پر از ماهی و برکت کردش. با همدیگه عزیزان در کنار هم هستیم و دوست داریم از شما عزیزان نیز بشنویم. مشروط بر این که سوالی دارید، مشروط بر این که احتیاج به انجیل مسیح دارید، می توانید تماس بگیرید با ما و ما در خدمت شما عزیزان هستیم. با تشکر از خواهر عزیزم که لطف کردید با ما بودید، میریم و برمیگردیم در منازل شما نیز باز مهمان هستیم. سرایم بهرت خدایم با
شعری تازه هم درد نمایم هم درد نمایم نام تو پر جلال زیبا بخشد به جان و روح و دلها آب حیات و زندگی را ای مسیحا لب تشنه به سوی تویم آب حیات از تو بیابم فرزند والای خدایم ای مسیحا نامت عظیم است آرامی جان ای رب الارواح ای شاه شاهان ای شاه شاهان مهرت نمایان در مسیحا جستی مرا با خون عیسی سرشارم از عشقت خدایا هللویا لب تشنه به سوی تویم آب حیات از تو بیابم فرزند والای خدایم ای مسیحا ای مسیحا نامت عظیم است آرامی خواهم سرایم بهرت خدایم با شعری تازه هم درد نمایم هم درد نمایم نام تو پر جلال زیبا بخشد به جان و روح و دلها آب حیات و زندگی را ای مسیحا لب تشنه به سوی تویم آب حیات از تو بیابم فرزند والای خدایم ای مسیحا نامت عظیم است آرامی جان ای رب الارواح ای شاه شاهان ای شاه شاهان مهرت نمایان در مسیحا جستی مرا با خون عیسی سرشارم از عشقت خدایا هللویا لب تشنه به سوی تویم آب حیات از تو بیابم فرزند والای خدایم ای مسیحا ای مسیحا با درود مجدد خدمت هموطنان عزیز و با شاد باش نوروزی به تو هموطن عزیزم ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش سالی پر از برکت رو برای آنانی که او رو دوست دارن نیز مهیا کرده همچنین جا داره که درود بفرستم خدمت شما روبرت جان چی شد رضا جان تو چی رفتی اون بر حقیقتش من اومدم فهیمه رو رایی کنم برگشتم دیدم که روبرت جان جای من نشسته و اینجا خالی بود من گفتم بعد آلانوش کو کشش عجب یعنی تو یک لحظه تا اینکه ما رفتیم شما جابجا کردید خودتون رو بله بله من بدون همسرم هیچ کجا نمیرم پس چرا بدون همسرتون الان نزدیک یک ساعت و نیم با ما بوده این چی میشه برحال خوش آمد میگم خدمت شما عزیزید عزیز نزاه میکنیم خدا شد ما این برنامه‌مون تصور برای این میکنم شاید دو تا برنامه بشه که بتونیم در طول این دو هفته که ایام نوروزی هستش تقدیم کنیم به شما هموطن عزیز خوشحال میشیم از شما بشنویم بفرمایید منم از نوبه خودم میخوام به هموطنانم درود بگم و نوروز رو تبریک بگم امیدوارم سال پربرکت و خوشی داشته باشید آمین مرسی با تشکر همه ما میدانیم که حقیقتا خادمین خداوند
از طرف خدا این خواندگی رو دارن تا بتونن نام او رو جلال بدن. و روبرت عزیزم نیز که از خادمین خوب هست، به طور خاص چون ایشون تو قسمت مالی هست عجیب مورد توجه ما و دیگران نیز هستش، همه دوستش داریم. خدا را شکر. ما اول گفتیم شما تشریف بیارید، ولی داشتن حساب کتاب میکردن، حساب کتاب سال گذشته رو میکردن. خوشحال هستیم که با ما هستیم و آلانوش عزیز که همسر روبرت عزیز هستن تشکر میکنیم برای اینکه ما رو دعوت کردن. و در کناری که ما مهمان مناظر شما هستیم، عزیزان نیز از کلیسا مهمان مناظر این عزیزان هستن و در این گذراندن جشن نوروزی هستن در منزلشون و ما از این فرصت استفاده کردیم که توی خونه این عزیزان بتونیم مهمان منزل شماها باشیم. روبرت جان، از همه ما این سوالو کردیم که نوروز برای شما چه پیامی داره؟ نوروز برای من پیام همبستگی و اتحاد داره. خدا را شکر میکنم واسه خونه عیسی مسیح که آمین. با خونه عیسی مسیح همه ما یکی شدیم، همه فرزندان خدا شدیم. همونجور که امروز میمونه را دیدین بله. از بکران مختلف اومدن و همه ما خواهر برادر هستیم و این اعتاده که داریم که سفره هفت‌سین چینیم تو خونمون بله. پاسکا رو گذاشتیم و بله. فرق نمیکنه واسه عیسی مسیح، همه ما رو دوست داره بدون اینکه از چه بکران اومدیم. خدا شکر میکنم واسه حقیقتا. و اینکه هفته گذشته که جشن نوروز داشتیم، یک شنبه گذشته، واقعا اون اعتاده که شما فرمودید بله. منو یاد اون موضوع انداخت که در این اتحاد دیدیم همه دست به دست هم دادن برای گذراندن جشن نوروز و همچنین برای هفته آینده. که از شما عزیزانی که در ولی تشریف دارید خوشحالمون میکنید ساعت 6 صبح تشریف برید کلیسای پرستان مسیح، در خدمت شما عزیزان هستیم. در کنار مراسم نیز صبحانه با هم خواهیم بود. کشش رسول، من یه آیه کوچیکم من اینجا یادآوری کردم که می‌خواستم اگه اجازه بدین که اعلام بکنم، خیلی به نظرم جالب اومد همراه با صحبت رابرت جان. البته بگم من هر روز که شنبه ها که ما برنامه داریم میگم رابرت جان گفته کمک و ازتون ممنون هستیم برای کمکی که به ما میکنیم. بله بله بله، از طرف رابرت جان میگم همیشه کمک مالی شما ازتون ممنون هستیم. با کمک‌های شما هست که ما میتونیم ادامه بدیم عزیزان. واقعا الان تلویزیون مختلف داریم، روزای اگه اجازه بدین یه یادآوری کنم. خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. که یک شنبه‌ها که در تلویزیون هستیم و سه شنبه‌ها که شش تا در تلویزیون پارس هستن و کلیسامون از ساعت 6 صبح تا 9 صبح جوابگوی تلفن‌های شما عزیزان هست که بله. که در دعا هستیم، همه در کلیسا هستن در دعا برای شما عزیزان هستیم. و چهارشنبه ها که برنامه خودمونی و قشنگ و شاد هدیه رو داریم که باز با کشیش رسول آلانوش جان و رضا جان هستن بره. و جمعه ها تلویزیون محبت رو داریم که باز کشیش رسول عزیز همراه ماهمنی جان هستن که امروز جاشون خیلی خالیه بره. و دوباره شنبه ها هستیم که در تلویزیون جاودان و هم همراه کشیش رسول هستیم که در خدمت شما هستیم، در منازل شما عزیزان هستیم و ازتون ممنون هستیم. و هر جای دنیا که هستید عزیزان ازتون ممنون هستیم که ما رو راهنمایی میکنید، ما رو همکاری میکنید و کمک های مالی و شما رو در همه جا حس کردیم و داریم. ازتون ممنون حقیقتاً. هستیم حقیقتاً. و خدا رو شکر میکنیم برای وجود یکایی که شما عزیزان و همچنین کشیش رسول. ما در از خدا ممنون هستیم برای وجود کشیش جلال ازانم که واقعا یه رهبر خوب کلیسای ما خواهش و جلال ازانم تمام سوالای ما هستن. جلال ازانم یه تیم هستیم هممون در کنار هم و خوشحالیم. خدا رو شکر میکنیم که من واقعا هر روز شکرگزار خداوند هستم که من 7 ساله به این تیم به این جمع پیوستم آمین. و خوشحال و خوشحالتر هستم و خدا رو شکر میکنم که در شکر. منزل خداوند هستیم و در کنار رهبرمون که شیش رسول عزیز و این عزیزان. شما ازتون خواهش میکنم که با ما در تماس باشین هر براب. زمانی که میتونین، هر سوالی که دارین، دعایی که دارین با ما در تماس باشین. ما در هر جایی که باشیم سعیمون میکنیم که جوابگوی سوال شما کشیش رسول عزیز جوابگوی سوال شما هستن. ما فقط میتونیم دعا بکنیم، با شما هم دل باشیم، هم زبان باشیم. آمین. خیلی ممنون. مرسی. خواهش می‌کنم. من می‌خواستم یه آیه خیلی کوچیک هست. خواهش می‌کنم بفرمایید. بعد از صحبت روبرت جان اومد برام که اول تسالونیکیان هست. تسالونیکیان بله. بله تسالونیکیان هست. 5:16 همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید، برای هر پیش آمدی خدا را شکر نمایید، زیرا این است
خواست خدا برای شما که از آن عیسی مسیح هستید. آمین. واقعا همیشه پیام عیسی مسیح با شادی و محبت و عشق بوده. آمین. در هر زمانی که هستیم، هر جایی که هستیم. حقیقتا. هیچگاه مانع کار روح خدا نشوید. نبوت ها یعنی پیغام هایی که خدا به مؤمنی میدهد کوچک و حقیر نشمارید. حقیقتا. بلکه به دقت به آنها گوش کنید و قرار دهید اگر تشخیص دادید که از جانب خدا هست آنها را بپذیرید. آمین. خدا از هر نوع بدی دور نگه دارید. هللویا. و پیام نوروز هم همین هستش که ما بتوانیم در موقعیت های خوب و نیک خودمون رو قرار بدیم و نه در شرایطی که باشیم که واقعا به عادت های زشت گذشته نیز عمل کنیم. از روبرت عزیز منم یه مطلب می‌خواستم بگم. من بعد رسول واقعا لطف داشتن، باره از ما تشکر کردن که میز چیدیم. من می‌خواستم بگم از طرف من آنانوش که واقعا وظیفه بوده. ما واقعا ایمان داریم، من آنانوش که این خونه را که داریم، این برکت که داریم 100% از طرف خداست. آمین. و اینو ما فقط به عنوانی که می‌خوام نشون بدیم تشکر با شکر خدا هستیم کردیم، با جون و دل کردیم و می‌خوام همه مردم بدونیم که این همه برکت از طرف خداست. هر چیز خوبی که تو زندگی دارم از طرف خداست و این وظیفه است. با این کار کوچیکی که می‌خوام انجام دادیم فقط می‌خوام مسیح بگیم خیلی ممنون، نه که جبرانی کنیم. آدم هیچ وقت نمی‌کنه جبران کار مسیح رو بکنه. فقط یه تشکر کوچک از مسیح یا واسه کلیسای مسیح، چون کلیسای مسیح بدن خداست. واسه همین می‌خوام تشکر کنم دوباره که از خدامون، از هممون، از تیممون که اینجا هستن لطف کردن. رامو خیلی دراز واسه بچه از ولی، من خیلی ممنون از همتون بچه از دوستان برادران، خیلی ممنونم از طرف ما الانش. عزیز مرسی. ما هم دعا میکنیم خداوند شما عزیزان رو برکت بده. میخوام از روبرت عزیزم یه دعایی داشته باشید برای تاجیکستانی های عزیز. میدونیم که این خبر خوش نجات که با برنامه های امید جاودان میره، هم برای ایرانی ها هستش فارسوان ها، هم برای افغانی هایی هستش که فارسوان هستن و هم برای تاجیکستانی ها. و خدا رو شکر در طول این سال ها ثمرات بسیار خوبی داشته که باعث نجات اونها بوده. آمین. از شما خواهش کنم برای تاجیکستانی های عزیز نیز حتما. هللویا خدایا، هللویا، شکرت خوب میکنم خدایا. آمین. که ما رو انتخاب کردی خدایا. ما قبل اینکه تو رو دوست داشته باشیم اول تو ما رو دوست داشتی خدایا. ما رو انتخاب کردی خدایا. شکرت میکنم واسه این کلیسه که می دادی خدایا. شکرت میکنم واسه این خدمتی که می دادی خدایا. شکرت میکنم که ما به این حکمت رو دادی که از تلویزیون استفاده کنیم خدایا. شکر. و پیام خوب نجات رو به ایران و ایرانی و به افغانستان و تاجیکستان بفرستیم خدایا. کلامت میگه که تو حرفی که تو از کلامت بیهوده بر نمیگرده خدایا. واسه این برنامه دارم استفاده میکنیم، پیام تو رو، کلام تو رو داریم پخش میکنیم خدایا. ما ایمان داریم که اثر داره خدایا، قلب مردم رو لمس میکنه خدایا. واسه من دعا میکنم واسه برنامه تلویزیون دوباره خدایا، خواهش میکنم از روح القدس استفاده کن. وقتی بعد رسول و آزی جان و محمد جان تو برنامه دارن اعلام میکنه خودت کلام خودت خدایا، که این بینندگان که در تلویزیون در تاجیکستان و افغانستان هستن خدایا، قلبشون لمس بشه خدایا، بفهمن که این کلامی که داره اعلام میشه حقیقت خدایا. چون آمین. ایمان داریم که این کلام تو این شمشیره و میتونه اثر بذاره رو قلب همه هموطنانمون خدایا، اونایی که فارسی میفهمین خدایا، که خدا نجات پیدا کنن. هدف ما فقط رسوندن خوب پیام خوب نجات و نجات یافتن هموطنان هستن خدایا. و ایمان دارم که با دوباره تشکر میکنم که ما انتخاب کرده که این خدمت رو بسیار برای تو بکنیم خدایا. همه اینا رو از عیسی مسیح خواستم. آمین. درست. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنین هموطنان عزیز. و چقدر نیکوست که هموطنان عزیز شما نیز برای افغانی های عزیز و برای تاجیکستانی ها در دعا باشید. و تو هموطن تاجیکستانی فارس زبان و تو هموطن افغانی فارس زبان، چرا که میدانیم که کشور ما ایران اونقدر وسیع بود که همه ما یک بودیم، شما نیز برای ایرانی ها دعا کنید و نیکوست که بتوانیم برای همدیگه دعا کنیم. با تشکر از روبرت عزیزم لطف کردید که با ما بودید. بریم و برمیگردیم، باز نیز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
چون نهری جوشان و خروشان میوزد چون نسیم بهاری با درود مجدد خدمت هموطنان عزیز و تشکر از مهدی عزیزم که با ما هستند و همون گونه که میدونید برنامه امید جاودان و همچنین هدیه در طول ایام نوروز مهمان منازل شما عزیزان هست با خادمین تا بتونه باعث برکت و قوت بشه. مهدی عزیز نیز مدتی از در کلیسای پرستگان مسیح خداوند رو خدمت میکنن. تشکر میکنیم از اینکه لطف کردید دعوت ما رو نیز در این قسمت پذیرفتید. سلام عرض می کنم خدمت
شما دوستان و همه هموطنان عزیزم در ایران، در لس آنجلس و در هر جای این دنیا که هستن، سال 1395 خورشیدی رو به همه هموطنانم هم تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از برکت و شادی براشون باشه. آمین. هللویا، هللویا. مهدی جان، می‌خواستم سوال کنم که این ذوق و این علاقه به موزیک چگونه در شما ایجاد شد و چگونه شد که تا به امروز با شما بوده، تا جایی که میدونم که آگاهی و دانشت نسبت به موزیک بسیار هستش، رو با هموطنان عزیزمون در میون بذاری. کار موسیقی را من از سن 10 سالگی شروع کردم با ساز سنتور، ساز قدیمی که توی خونمون داشتیم، و ادامه دادیم تا مقاطع بالاتر و مقاطع دانشگاه و به این ترتیب اومدیم جلو. یعنی تحصیلات کردید شما؟ بله بله. براو. و بخاطر مشکلاتی که حالا وجود داشتش توی ایران و نبودن امکاناتی برای حتی پیشرفت موسیقی، چون فوق العاده موسیقی توی ایران بسته است و هیچ جای پیشرفتی وجود نداره، تصمیم گرفتیم که حرکتی کنیم و ببینیم جای دیگه هم میشه، جای دیگه موسیقی چجوریه. یعنی برام خیلی مهم بود، همیشه برام سوال بود. این محدودیت رو داشتی که نمیتوانستی اون آزادی رو داشته باشی برای اینکه هنر خودت رو نیز در بین ایرانی ها عنوان کنی. دقیقاً. و تصمیم گرفتم، گفتم باید ببینم جای دیگه چجوریه، این محدودیتی که توی ایران وجود داره آیا واقعا جای دیگه این محدودیت ها هست یا نه. برای همین اومدم آمریکا و حالا طی سری اتفاقاتی که افتاد با کلیسای شما آشنا شدم، با شما برادر رسول آشنا شدم و اصلا دیدم مذهب این نیست. مذهب این نیست، مذهب چیزی که ما توی ایران بهش نگاه میکنیم اصلا این نیست. مذهب شادیه، این پرستش های شادی رو که توی کلیسا میبینم، اون شادی رو که توی دوستان میبینم موقع پرستش، به نتیجه رسیدم که اصلا یعنی چی واقعا، اون محدودیت چه معنی داره و اصلا محدودیتی برای موسیقی نباید باشه. موسیقی کلام خدایه، من فقط یک اجرا کننده اون کلامم، من کاری نمی کنم. و خیلی خوشحالم که میتونم خدمتی بکنم برای مسیح و این کوچکترین خدمتی که من میتونم انجام بدم و از این بابت خیلی خوشحالم. خیلی ممنون از مطلبی که گفتید. برای آنچه که تایید فرمایش شما نسبت به اینکه حقیقتا خداوند نمیخواد ما از اونجایی که او رو دوست داریم از سازها دور باشیم، اتفاقا برعکس کلام خداوند اعلام میکنه که مرا با ساز و شادی نیز پرستش بکنه. از این رو هست که در کلیساهای زنده مسیح ما میبینیم که اعضای اون کلیسا با شادی نام خداوند رو در پرستش نیز جلال میدن. اگر آلانوش عزیزم لطف کنن بریم با هم دیگه مزمور 150 رو بخونم، ببینیم نویسنده در این رابطه چی میگه. میدونیم که در مزمور که نویسنده آن پادشاه داوود هستش و همچنین سلیمان و موسی و چند نویسنده دیگه، همش خوانندگان رو تشویق میکنن که با شادی حتی با رقص در حضور خداوند باشن. بله. خداوند را سپاس باد. آمین. خداوند را ستایش کنید. آمین. خداوند را در خانه مقدسش ستایش کنید. واو. توانایی او را در آسمان ها ستایش کنید. او را به سبب کارهای عظیم ستایش کنید. هللویا. عظمت بی نظیر او را ستایش کنید. آمین. او را با نغمه سرنا و بربد و عود ستایش کنید. او را با دف و رقص ستایش کنید. هللویا. او را با سازهای زهی و نی ستایش کنید. هللویا. او را با سنجهای خوش صدا و قوی ستایش کنید. آمین. یعنی مثل جاز که میزنن نام خدا رو جلال بده. آمین. واو. هر کی که جان در بدن دارد خداوند را ستایش کند. هللویا. خداوند را سپاس باد. آمین. هر کسی که این حیات رو داره میگه با قوت با شادی نام خدا رو پرستش کنم. من فراموش نمی کنم برای خود من نیز این موضوع بود وقتی وارد کلیسای ایران شدم و دیدم این عزیزان چگونه با شادی در حضور خداوند هستند. شادی شادی روحانی هست و باش تراپی میاد، باش سلامتی میاد. تعجب کردم، ولی از اون جایی که این احساس زیبا رو گرفتم
در زمان پرستش این قوت رو گرفتم، واقعا دیدم این حقیقت میتونه باشه. برای همین به شما تبریک میگم واقعا مهدی عزیزم، برای انتخابت که مسیح رو انتخاب کردی، کلیسای مسیح رو انتخاب کردی، قبول کردی که برای او و برای جلال او بنوازی. ایمان دارم که خداوند به تو اونقدر برکت خواهد داد توی زندگی که ببینی وقتی که آمد. ما لمس میکنیم اون رابطه درست رو با خدا، عاشقانه رو با خدا، از طرف خداوند فقط قوت و شادمانی خواهد بود. چه برای منم جای خوشحالیه که با شما آشنا شدم و اینم باید بگم که واقعا توی این مدت کم تونستم اینقدر خدمت کنم به مسیح. واقعا این برای من ارزشمنده، چون این مدت کم میدونم که خیلی سخته. درست. و واقعا این مثلا من یه موهبتی که تونستم اینجا برسم. فیض خداست. واقعا خدا رو شکر میکنم برای وجودت، برای این خواندگی که داری، و ما نیز از خدا میخواییم که شما همان گونه که دوست داری یک خادم وفادار باشی، خداوند به شما عطایایی بده در این مسیر برای جلال اونیز پیوسته بنوازید. آیا مایل هستید یکی دیگه از اون ریتمالتون رو که بلد هستید برای هموطنان عزیز و همچنین برای ما بزنید؟ ممنون میشم. براو براو، مرسی مرسی مرسی. خب ما این امکانات رو نداشتیم که بتونیم از سازهای دیگه اینجا استفاده کنیم و حتی باهاش سرود بخونیم، اما از کارگردان محترم خواهش کردم هر دفعه که میریم و برمیگردیم به حال با سرودی، چه در کلیسا و برنامه‌های جشن نوروزی که داشتیم، در این برنامه اون رو بگنجونه تا باعث برکت شما هموطنان عزیز بشیم. در انتهای برنامه هستیم. تشکر میکنم از آزی عزیزم، آلانوش عزیزم، روبرت عزیزم و مهمانانی که اومدن، رضای عزیزم، فهیمه جان و شما و زهره جان نیز تشکر میکنم، از کارگردان محترم تشکر، از روبن عزیزم تشکر میکنم که با ما بودن. از رضا جان خواهشم این هستش که هم برای ایرانی ها و هم برای افغانی های عزیز دعا کنه که خداوند نجات و برکت رو به مناظر عزیزان بیاره، به زندگی عزیزان، به کشور افغانستان بیاره، تا افغانستان، ایران و تاجیکستان نیز باعث نجاتی بشن که خداوند به اونها داده و این نجات رو انتقال بدن به دیگر عزیزانشان. بفهم خواهش من. هللویا، هللویا ای پدر آسمانی. آمین. با شکرگزاری و سپاس به حضورت میاییم. حقیقتاً شایسته حمد و سپاسی. ای خداوند، ای پدر ما، از تو میخوام پری روح القدس رو، از تو میخوام بارش روح مقدس تو تمام کشورهای فارسی زبان. آمین. هم زبانهای افغانی، تاجیکی، افغانیهای عزیز که نیاز به امنیت دارن، بارش روح تو برای اونا امنیت، برای اونا آمین. شادی، برای اونا عشق و محبت میاره. آمین. امیدوارم که قلب یکی سرانی که تو اون مملکت هستن لمس بشه. آمین. من دعای مخصوص میکنم برای دشمنان این عزیزان. دعای مخصوص میکنم براشون تا اونها بتونن حضور تو رو حس کنن. آمین. و قلب اونها لمس بشه. آمین. تا دست از این جنگ ها، دست از این کشتار بردارن، تا این همزبانان عزیز بتونن در آرامش، در آسایش به زندگیشون ادامه بدن، نام تو رو جلال بدن. تو شایسته‌ای و حقیقتاً جلال نام تو در تمام دنیا بپیچه. آمین آمین. ای خداوندم، از تو سپاسگزارم که میتونیم به این راحتی، به این شیوایی کلام به حضور تو بیایم و تو رو پرستش کنیم. آمین آمین. آرزو میکنم در سال جدید همه عزیزانم، همه هموطنانم، تمام خانواده هامون، دوستامون، آشناهامون بتونن طعم خوش نجات رو بچشن. آمین. و ما شایسته باشیم که بتونیم این کلامو
به اونا انتقال بدیم. آمین. در نام پرقدرت عیسی مسیح خداوند زنده طلبیدم، با ایمان دریافت کردم. آمین. آمین. آمین که ما نیز دریافت میکنیم. با تشکر از شما هموطنان عزیز که بیننده ما بودید تا این وقت، از خداوند میخوام که قوت و فیض خداوند در این سال جدید بر همه شما عزیزان جاری بشه در نام پرجلال مسیح. آمین. فیض خداوند با شما عزیزان باشد و بماند. آمین. با سپاس از شما. مرسی از محبت. مرسی از شما. مرسی.